عبرانیان فصل 11 هم. ایمان اطمینان است به چیزهایی که به آن امیدواریم و اعتقاد است به چیزهایی که نمی‌بینیم. از راه ایمان بود که مردم در ایام گذشته پیش خدا قبول شدند. از راه ایمان ما می‌فهمیم که کائنات چگونه با کلام خدا خلقت یافت، به طوری که آنچه دیدنی است از آنچه نادیدنی است به وجود آمد. و ایمان باعث شد که قربانی هابیل بیشتر از قربانی قاهن منظور خدا گردد و او با آن ایمان در حضور خدا عادل شمرده شد، زیرا خدا هدایای او را قبول فرمود و اگرچه او مرده است ولی هنوز به وسیله ایمان خود با ما سخن میگوید. از راه ایمان خنوخ بدون چشیدن طعم مرگ به زندگی دیگر انتقال یافت. اثری از او یافت نشد، زیرا خدا او را برده بود، چون پیش از آن که به زندگی دیگری انتقال یابد کلام خدا درباره او شهادت داده گفته بود که او خدا را خوشنود ساخته است. و بدون ایمان محال است که انسان خدا را خوشنود سازد، زیرا هر کس به سوی خدا می آید باید ایمان داشته باشد که او هست و به جویندگان خود اجر می دهد. وقتی نوح اخطارهای خدا را درباره امور آینده که او هنوز نتوانسته بود ببیند شنید، از روی ایمان از خدا اطاعت کرد و برای نجات خانواده خیش کشتی ساخت و این وسیله سر دنیا حکم داد و عدالتی را که از راه ایمان حاصل می شود به دست آورد. ایمان باعث شد که وقتی ابراهیم امر خدا را در مورد رفتن به سرزمینی که قرار بود بعدها مالک آن بشود شنید، اطاعت کرد و بدون آن که بداند کجا می رود حرکت کرد. او از روی ایمان مثل یک بیگانه در سرزمینی که خدا به او وعده داده بود سرگردان شد و با اسحاق و یعقوب که در آن وعده با او شریک بودند در خیمه زندگی کرد. ابراهیم چنین کرد چون در انتظار شهری بود با بنیاد استوار که مهندس و معمارش خداست. از روی ایمان ساره با وجود این که از سن باروری گذشته بود قدرت تولید نسل یافت، زیرا مطمئن بود که خدا به قول خود وفا می کند و به این سبب از یک مرد، آن هم مرد تقریبا مرده، اولاد بیشمار مثل ستارگان آسمان و یا ریگ‌های سائل دریا پدید آمد. تمامی این اشخاص در ایمان مردند بدون اینکه صاحب برکات وعده شده شوند، اما انجام وعده ها را از دور دیده و با خوشی در انتظار آنها بودند و به این حقیقت شهادت دادند که در این دنیا غریب و بیگانه اند. آنها که خود را غریب و بیگانه می دانند واضحاً نشان می دهند که هنوز و دنبال وطنی برای خود می گردند. اگر آنها هنوز برای زمینی که ترک کرده بودند دلتنگ می بودند، فرصت کافی داشتند که به آنجا مراجعت کنند. اما در عوض می بینیم که آنها علاقمند مملکت بهتر، یعنی مملکت آسمانی هستند. و این جهت خدا آر ندارد که خدای آنان خوانده شود، زیرا شهر برای آنان آماده کرده است. از روی ایمان ابراهیم در وقت آزمایش اسحاق را به عنوان قربانی به خدا تقدیم نمود. آره، این مرد که وعده‌های خدا را پذیرفته بود حاضر شد یگانه پسر خود را به خدا تقدیم نماید، با اینکه خدا به او گفته بود نسل او از اسحاق خواهد بود. ابراهیم خاطر جمع بود که خدا قادر است اسحاق را حتی پس از مرگ زنده گرداند. به عبارت دیگر او را به صورت نمونه از مردگان باز یافت. ایمان باعث شد که اسحاق، یعقوب و عیسی را برکت دهد و از امور آینده سخن گوید. ایمان باعث شد که یعقوب وقت مشرف و مرگ بود هر دو فرزند یوسف را برکت دهد و در حالی که بر عصای خود تکیه زده بود خدا را عبادت نماید. از راه ایمان یوسف در پایان عمر خیش درباره رفتن اسرائیل از مصر سخن گفت و به آنان امر کرد با استخوان‌های او چه کنند. وقتی موسی متولد شد و والدینش دیدند که او کودک زیبایی بود، آنها از روی ایمان او را مدت 3 ماه در منزل پنهان کردند و از نافرمانی از امر پادشاه نترسیدند. ایمان باعث شد که موسی وقتی به سن بلوغ رسید از مقام و لقب پسر دختر فرعون بودن صرف نظر نموده آن را رد کند و تحمل سختی ها با قوم خدا را با لذت های زودگذر گناه بهتر بداند.
خجالت و خاری به خاطر مسیح را ثروت بزرگتر از گنج‌های مصر دانست، زیرا او به اجر عالم آینده چشم دوخته بود. ایمان باعث شد که موسی مصر را ترک کند و از خشم شاه نترسد، زیرا او مانند کسی که خدای نادیده را همیشه در پیش چشمان خود می‌بیند ثابت قدم بود. به وسیله ایمان موسی عید فسح را برقرار نمود و خون را پاشید تا فرشته مرگ اولاد اولباری اسرائیل را نکشد. از راه ایمان بود که قوم اسرائیل از بحیره احمر عبور کرد، چنان که گویی از زمین خشک می‌گذرد. اما وقت مصریان کوشش کردند از آن بگذرند غرق شدند. ایمان باعث شد که دیوارهای شهر حریها پس از آن که قوم اسرائیل 7 روز دور آن طواف کردند فرو ریزد. ایمان باعث شد که راهاب فاحشه برخلاف مردم سرکشی که کشته شدند نجات یابد، زیرا او از جاسوسان با صلح و سلامتی استقبال نمود. دیگر چه بگویم؟ وقت کافی ندارم که داستانهای جتعون، باراق، سامسون، یفتا، داود و سموئیل و پیامبران را نقل کنم. از راه ایمان آنها سلطنتها را برانداختند و عدل و داد را برقرار ساختند. آنچه را که خدا به آنها وعده داده بود به دست آوردند. آنها دهان شیران را بستند، آتش سوزان را خاموش کردند، از دم شمشیر رهایی یافتند، در عین ضعف و ناتوانی قدرت یافتند، در جنگ شجاع گشتند و لشکریان دشمن را تارمار نمودند. زنان مردگان خود را زنده یافتند، دیگران تا سرحد مرگ شکنجه دیدند و آزادی را نپذیرفتند تا آخر به زندگی بهتر نائل شوند. دیگران با سختی های بسیار مانند استهزاها، تازیانه ها و تا زنجیر و حبس آزموده شدند، سنگسار گردیدند و تنشان با اره دونیم شدند، آزموده شدند و با شمشیر به قتل رسیدند. آنها با پوست گوسفند و بز پوشیده آواره و سرگردان بودند و متحمل فقر و تنگدستی و ظلم و جور می شدند. دنیا لیاقت آنها را نداشت. آنها در بیابانها و کوهستانها آواره بودند و در غارها و سوراخهای زمین پنهان می شدند. با اینکه آنها همه به خاطر ایمانشان مشهور شدند، ولی وعده‌های خدا برای هیچ یک از آنها کاملا انجام نیافته بود، زیرا خدا برای ما نقشه بهتر داشت و آن اینکه آنها بدون ما به کمال نرسند.